سر خط خبران. تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران. وزیر خارجه آمریکا میگوید با عربستان و امارات ائتلافی جهانی علیه ایران تشکیل می‌دهیم. مشخص شدن نتیجه ماراتن انتخابات مجدد شهرداری استانبول. رجب طیب اردوغان نتیجه را پذیرفت. بلا تکلیفی 55,000 داعشی زندانی در عراق و سوریه. سازمان ملل میگوید یا آزادشان کنید یا محاکمه. و نتایج جالب بزرگترین نظرسنجی در 10 کشور عربی، از رویای مهاجرت تا محبوب ترین بودن رجب طیب اردوغان در میان رهبران. سلام بر شما. دوشنبه سوم تیر ماه یا ماه سرطان 1398 برابر با 24 ژوئن 2019. به اولین برنامه خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. نزدیکترین مشاوران رئیس جمهوری آمریکا امروز در کشورهای خاورمیانه سرگرم گفتگو درباره ایران هستند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در جده با پادشاه عربستان و ولیعهد این کشور گفتگو کرده. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اسرائیل است و برایان هوک مسئول ایران در وزارت خارجه در عمان به سر می‌برد. آنها تاکید دارند که آمریکا حاضر است بدون قید و شرط با ایران مذاکره کند. کسرا ناجی در گزارشی میگوید ضمن این تحرکات دیپلماتیک آمریکا قرار است تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعلام کند. جان بولتون و بنیامین نتانیاهو در آسمان دره اردن. مشاور امنیتی کاخ سفید دیروز در کنار نخست وزیر اسرائیل به ایران هشدار داد که دوراندیشی آمریکا را حمله بر ضعف نکند. او گفت آمریکا دوشنبه امروز تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعلام خواهد کرد. در جده مایک پومپئو اینجا در ملاقاتی با پادشاه عربستان. او وزیر خارجه آمریکا را دوست خوب من خطاب می‌کند. وزیر خارجه آمریکا گفت از اینکه کمی سرزده به اینجا آمده عذرخواهی می‌کند. او قبل از ترک واشنگتن در فرودگاه به خبرنگاران گفت که کشورش حاضر است بدون قید و شرط با ایران وارد مذاکره شود برای کاهش تنش در منطقه. همزمان با این ملاقات است که آمریکا اعلام کرد 3 کشتی جنگی و حمل و نقل نظامی به منطقه اعزام کرده است، از جمله یک کشتی تهاجمی آبی خاکی که وارد منطقه شده. او بعداً با ولیعهد عربستان دیدار کرد. گزارش شده است که رئیس جمهوری آمریکا از مقام‌های عربستان خواسته است که در تأمین هزینه جابجایی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه سهم بیشتری داشته باشند. براین هوک از مسئولان سیاست‌های آمریکا در قبال ایران روز جمعه در عربستان بود. اینجا بازدیدی از نمایشگاهی که عربستان میگوید اثر انگشت ایران بر همه جای آن مشهود است. بقایای موشک‌ها، پهپادها و تسلیحات سنگین ساخت ایران در دست حوثی‌ها که از آن علیه عربستان استفاده می‌کنند. براین هوک که امروز در عمان است به خبرنگاران گفته است که رئیس جمهوری آمریکا حاضر به مذاکره است برای توافق بر سر یک معاهده که به تصویب کنگره آمریکا برسد. او پرسید چرا ایران تلاش‌های دیپلماتیک را رد می‌کند؟ ترددش میتونه برای کشور حاکم خطر سازه. در ایران بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی در میان مقام‌های این کشور نشانه ای از تغییر سیاست یا علاقه به مذاکره نیست. به نظر میرسد آمریکا حالا با مطرح کردن آمادگیش برای مذاکره توپ دیپلماسی را به زمین ایران انداخته است. کسرا نجی، بی بی سی. کامبیز فتایی همکارم از واشنگتن با ماست. کامبیز، 3 مشاور نزدیک و مقام ارشد الان در خاورمیانه هستند. بله، و این بعد از این صورت در واقع همزمان شاید با این صورت میگیره که روز گذشته آقای ترامپ در کمپ دیوید در واقع حومه واشنگتن در ایالت مریلند یک جلسه ای رو داشت در مورد ایران و این با مشاورانش مشخصا در مورد استراتژیشون گفتگو کردن و همزمان هم اعلام کرد که تحریم های جدیدی رو امروز اعلام خواهد کرد، تحریم های به گفته او شدیدتری رو اعمال خواهد کرد. بنابراین خیلی مشخص است دولت آقای ترامپ همزمان که صحبت از
آمادگی برای مذاکره غیر مشروط با ایران میکنه، به نظر میاد داره سرمایه گذاری تازه‌ای میکنه در مسیر تحریم ها یا همون فشار حد اکثری که البته منتظریم ببینیم که دقیقاً چه مواردی رو امروز اینها در مورد ایران اعلام خواهند کرد. آیا تحریم ها هدفمند خواهد بود و یا اینکه باز هم یک صنعت بزرگ یا صنایع بزرگ از اقتصاد ایران رو هدف قرار خواهد گرفت؟ این طرف اون طرف گفته شده که بعضی از مقام های سعودی به آمریکا پیشنهاد کردند که صنعت گاز ایران رو هم تحریم بکنند. هیچ علائمی دیده میشه از این که این دفعه ممکنه نگاه آمریکایی ها به کدوم بخش باشه؟ مشخص نیست. اتفاقا با خزانه داری آمریکا تماس گرفتیم که در این مورد ببینیم آیا حاضرن با رسانه ها یا با ما اطلاعاتی رو در این مورد در جریان بگذارن. هیچ صحبتی نشده، بنابراین با توجه به اینکه آقای ترامپ خودش توییت کرده و از قبل هم اعلام کردن، به نظر میاد در یک اقدام بسیار هماهنگ احتمال خیلی زیاد امروز بخوان اعلام کنن و هنوز مشخص نیست دقیقاً چه مواردی رو بر سرش به توافق رسیدن. من این رو هم اضافه بکنم، دونالد ترامپ یه چیزی حدود 10-15 دقیقه پیش باز هم توییت کرد در مورد ایران و جالب اینجاست که در این مورد شاید مواضعی گرفته که با مواضع شاید مشاوران شاید یا مواضع همیشگی آمریکا چندان همخوانی نداشته باشه. میگه که در توییتش گفته که چین 91% از نفت خودش رو از منطقه خلیج فارس در واقع عبور میکنه، نفت 60% نفت ژاپن از اون منطقه عبور میکنه. اصلا وظیفه آمریکا نیست بخواد خطوط کشتیرانی اون منطقه رو امنیتش رو تامین بکنه. و در توییت دیگر هم گفته که آن چیزی که از ایران میخواد این است که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و توقف کنه به اونچه که او تروریسم خونده از طرف ایران. و بنابراین همچنان توییت های آقای ترامپ هم ادامه داره، همزمان با این که میخواد تحریم های تازه رو اعلام کنه، منتها در حالی که مشاورانش در منطقه شاید میخوان به کشورهای مانند عربستان سعودی و اسرائیل اطمینان خاطر بدن، این توییت های آقای ترامپ از این دست که شاید چندان وظیفه آمریکا هم نباشه، شاید بتونه اونها رو قدری نگران بکنه. ممنونم از کامبیز فتایی همکارم در واشنگتن. وزیر ارتباطات ایران گفته حمله سایبری آمریکا موفق نبوده است. محمد جواد آذری جهرومی در توییتی گفته ایران مدت هاست با تروریسم سایبری مثل استاکسنت مواجه است و در سال گذشته 33 میلیون حمله را با سپر دژفا خونسا کرده است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم گفته که آمریکا تلاش میکند در شبکه ارتباطی مشکلاتی ایجاد کند، اما توانمندی ایران برای مقابله بالاست. رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش داده بودند که این کشور به تأسیسات کنترل کامپیوتری موشک و راکت جمهوری اسلامی حمله سایبری کرده. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران در پاسخ به سوالی درباره 63 حساب بانکی که در اختیار رئیس این قوه بود گفته که این حساب‌ها امکانی برای قوه قضاییه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن پول‌ها استفاده می‌شد. آقای رئیسی به سایت اینترنتی آیت الله خامنه‌ای و همینطور تلویزیون ایران گفته که تلاش می‌کند این حساب‌ها را از 63 حساب به 5 حساب کاهش دهد و درباره حساب‌ها و هزینه‌کرد آنها به مردم گزارش دهد. نحوه مدیریت و ابهام درباره استفاده از میلیاردها تومان پولی که در این حساب‌ها و در اختیار صادق آملی لاریجانی رئیس قبلی قوه قضاییه بود انتقادات بسیاری در جامعه ایران برانگیخته است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید مؤسسه های مالی غیر مجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند. دولت حسن روحانی بدهی مؤسسات مالی غیر مجاز را از محل دارایی های عمومی پرداخت کرد. بخش گسترده ای از این مؤسسات غیرمجاز ابتدا از مشهد شروع به فعالیت کردند. بسیاری از مؤسسات مالی مورد اشاره آقای نوبخت به نهادهای نظامی و انتظامی وابستند. دیروز در انتخابات مجدد شهرداری استانبول نامزد حزب مخالف دولت پیروز شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به اکرم امام‌اوغلو نامزد پیروز از حزب جمهوری خلق تبریک گفته. این پیروزی بزرگی برای مخالفان آقای اردوغان است. این انتخابات یک بار دیگر کمتر از 3 ماه پیش هم برگزار شد، اما با اعتراض حزب حاکم حزب عدالت و توسعه نتایج آن باطل و دوباره برای آن رأی گیری شد. همکارم هادی نیلی همین الان از استانبول با ماست. هادی، به نظر میاد که این انتخابات در حد زیادی حزب حاکم رو دست کم از نظر فاصله بین دو نامزد
غافلگیر کرده. کمی از فضا در اونجا بگو و اینکه کی واقعا نتایج قرار قطعی بشه. این ضربه دیگری بود به حزب حاکم، به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، و حزبی که الان دیگه در ترکیه قدرت بلا منازعی داره، چه در رسانه‌ها چه در نظام قضایی بیش از همیشه تسلط داره. و اینطور که ما منتظر هستیم در روزهای آینده، ظرف همین هفته باید شورای عالی انتخابات نتیجه رو تایید بکنه، ولی این بار چون هم نامزد حزب حاکم و هم رهبر حزب حاکم و رئیس جمهور کشور رجب طیب اردوغان، کسی که بزرگترین چهره انتخاباتی حزبش بود در این انتخابات، در کارزارهای تبلیغاتی و سخنرانی‌های تبلیغاتی شرکت می‌کرد، این هر دو تبریک گفتن به نامزد حزب مخالفشون اکرم امام‌اغلو که از طرف حزب جمهوری خلق نامزد شده بود. میشه الان گفت که دیگه الان حزب حاکم، دولت و خود آقای اردوغان پذیرفتن نتیجه رو، اقدامی که از دید منتقدان او حداقل در انتخابات قبل کمتر از 3 ماه پیش اتفاق نیفتاد. منتقدان آقای اردوغان تلاش اونها برای ابطال انتخابات قبلی رو یک اقدام سیاسی میدیدن، بیش از این که دلیل واقعیش همون بهانه تخلف ها باشه. از دید منتقدان البته چنین بود، و حالا که دیگه انتخابات برگزار شد و با فاصله خیلی بیشتری نامزد حزب مخالف پیروز شد، مخالفان امید بیشتری دارن به اینکه بتونن همچنان در فضای انتخاباتی ترکیه قدرت بیشتری پیدا بکنن. دیشب اینجا در استانبول مخالفان با پایکوبیشون نگذاشتن که این بزرگترین شهر ترکیه، این قلب اقتصادی کشور، به خواب بره. بالاخره هادی، آقای اردوغان نه تنها این شهر بلکه پایتخت رو هم در انتخابات قبلی از دست داد. در چه موقعیتی قرار گرفته؟ اگر از خود او بپرسید، او همچنان پیروزه، و اگر به نظام قدرت در ترکیه ببینید، قطعا او همچنان قدرتمندترین فرد در ترکیه است. خودش میگه که در پیامی که داد، در توییتی که کرد بعد از نتیجه انتخابات دیشب، در توییت نوشت که به هر حال ترکیه در مسیر پیشرفت خودش، از به قول رئیس جمهور ترکیه، در اون مسیر هست و تا سال 2023، یعنی انتخابات بعدی، قرار نیست از این مسیر خارج بشیم. به نوعی داره میگه که خبری از انتخابات زودرس و اینها نخواهد بود، همچنان دولت با همین ساختار، با همین ترکیب ادامه خواهد داد. ولی منتقدانش و خیلی از ناظران سیاسی اینطور نگاه نمی‌کنند، انقدر برای آقای اردوغان مثبت نمی‌بینن فضا رو، به خصوص که الان مخالفان عزم بیشتری دارن و البته استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که در این انتخابات استفاده کردن، از جمله برای متحد کردن رأیشون پشت سر نامزدهای مشخص، شاید در انتخابات بعدی هم از این درس بگیرن و چنین بکنند. ممنونم از همکارم هادی نیلی در استانبول ترکیه با ما. برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. در آستانه اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران، آمریکا میگوید با عربستان و امارات ائتلافی جهانی علیه تهران تشکیل می‌دهد. اردوغان با تبریک به اکرم امام‌اغلو شهرداری استانبول را به حزب مخالف سپرد. در ادامه برنامه، بزرگترین نظرسنجی در 10 کشور عربی میگوید جوانان رؤیای مهاجرت دارند، رجب طیب اردوغان محبوب ترین رهبر است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید هزاران داعشی و خانواده هایشان که در سوریه و عراق زندانیند، باید در دادگاه های عادلانه محاکمه و یا آزاد شوند. میشل باشله میگوید که بیشتر این زندانیان سوری یا عراقی هستند، اما بسیاری هم از کشورهای دیگر آمدند. خانم باشله از کشورهای این زندانیان خواست که مسئولیت آنها را بپذیرند. او گفت ده‌ها زندانی متهم به عضویت در داعش که در عراق به مرگ محکوم شدند، روند قضایی عادلانه را طی نکردند. باران عباسی گزارش می‌دهد. آخرین تصاویر از آنچه از داعش باقی مانده. چند ماه پیش در پی پایان جنگ در باغوز، آخرین شهر تحت کنترل گروه موسوم به دولت اسلامی در شمال سوریه، بیش از 55,000 نفر از متهمان به جنگیدن برای داعش حالا در عراق و سوریه زندانی‌اند. در میانشان کسانی که از خارج آمدند، از 50 کشور مختلف. ماندنشان در عراق و سوریه باریس بر دوش مقام‌های محلی و باعث نگرانی مقام‌های سازمان ملل.
از جمله کمیسر حقوق بشر این سازمان که میگوید اگر این زندانیان عادلانه محاکمه نشوند به چرخه خشونت دامن خواهند زد. ادامه حبس کسانی که به جرمی متهم نشده اند در غیاب یک چارچوب قانونی و بررسی قضایی مستقل غیر قابل قبول است. در عراق بر اساس قانون مبارزه با تروریسم 150 زن و مرد متهم به جنگیدن برای داعش به مرگ محکوم شدند. اما دادگاه‌هایی که برای آنها برگزار شده روند محاکمه عادلانه را طی نکردند. اینجا اردوگاه هول در شمال سوریه است، جایی که بیش از 11,000 نفر از اعضای خانواده پیکارجویان داعش نگهداری می شوند. بیشترشان زن و کودک. سازمان ملل میگوید وضعیت اردوگاه‌های مثل این اسفناک است و قربانی اصلی این شرایط کودکانند. کودکان به طور مشخص شاهد پایمال شدن جدی حقوقشان بودند، از جمله بچه‌هایی که عقاید افراطی به آنها آموزش داده شده یا برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز تعلیم دیدند. شمیمه بیگم از اعضای سابق داعش است که در یکی از این اردوگاه‌ها زندگی می‌کند. دختری اهل بریتانیا که چند سال پیش برای پیوستن به داعش راهی سوریه شد. میخواست بعد از سقوط داعش با فرزندش به بریتانیا برگردد، اما دولت حق شهروندی را از او سلب کرد. اقدامی که سازمان ملل سنگدلانه و نشانه بیمسئولیتی خوانده. اعضای خانواده پیکارجویان خارجی باید به کشورشان بازگردانده شوند، مگر آنکه قرار باشد مطابق استانداردهای بین‌المللی محاکمه شوند. مهم است که همه کسانی که مظنون به ارتکاب جرمند از هر کشوری که باشند و هر جرمی که مرتکب شده باشند درباره‌شان تحقیق بشود و محاکمه بشوند تا عدالت اجرا شود. زمانی برای زندگی تحت آنچه حکومت اسلامی می‌خواندند راهی عراق و سوریه شدند. حالا سرزمین موعودشان از هم پاشیده و کسی آنها را نمی‌خواهد. بعضی متهم به ارتکاب جنایات جنگی‌اند. خیلی‌هایشان هم به خاطر تثبیت حکومت آرمانیشان کودکان را به کار گرفتند. کودکانی که در مخمصه بازی خطرناک بزرگان گرفتار شدند. باران عباسی، بی بی سی. جواد طالعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، خاورمیانه و شمال آفریقا از بن آلمان با ما هستند. آقای طالعی، چطور شده که سازمان ملل متحد تا این حد وارد این ماجرا شده؟ خب به هر صورت میدونید که همونطور که در گزارش شما هم شنیدیم، در اردوگاه‌های پناهندگان عراق و سوریه، به خصوص در شمال سوریه و حتی در ترکیه، ده‌ها صدها نفر از اعضای داعش و خانواده های اونها، زنها و کودکان همچنان بلا تکلیف هستند در زندان های سوریه و عراق هم همینطور، و این آدم ها رو نمیشه همینطور بدون بلا تکلیف نگه داشت. به چند دلیل، مهمترین دلیل این هست که اگر چنانچه وضعیت اونا روشن نشه، خطر مخفی شدن افراد خطرناکشون هست و اینا بتونن در آینده امنیت جهان رو به خطر بندازن. این اقدامی که سازمان ملل متحد میخواد، یعنی کشورها بیان اعضای داعش رو بپذیرند، کشورهایی که مثل عراق، مثل سوریه و کشورهای دیگر، این چقدر عملیه، قابل انجامه؟ این هم قابل انجام، هم قانونی این خواست، به خاطر اینکه بسیاری از این افرادی که الان صحبتشون هست شهروندان کشورهای مختلف اروپایی هستند و شهروند یک کشور دموکراتیک رو بدون یک محاکمه قانونی نمیشه ازش سلب تابعیت کرد. و اگر کشورهای اروپایی بخواد اینا رو نپذیرن، باید ازشون سلب تابعیت بکنن. بهترین کاری که ممکنه انجام بشه این هست که این کشورهای اروپایی در کنار هم یک مرکزی ایجاد کنن برای بررسی سابقه این افراد، اونهایی که دارای سابقه جنایی هستن، جنایت ضد بشر کردن، باید در دادگاه‌های عادلانه محاکمه و مجازات بشن، و اونهایی که بی‌گناهن به کشور خودشون بتونن برگردن. و خیلی کوتاه آقای طالعی، چقدر سازمان ملل در این زمینه غیر از توصیه میتونه کاری بکنه؟ طبعا سازمان ملل به عنوان نهادی که همه این کشور عضوش هستند میتونه با مثلا تصویب یک کنوانسیون این مسئله رو مجبور بکنه کشورها رو که به این مسئله توجه بکنه. بسیار ممنونم از جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب از بن آلمان.
نظرسنجی از 25 هزار نفر در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد که جهان عرب از مذهب رویگردان است و 52% شرکت کنندگان در نظرسنجی به مهاجرت فکر می‌کنند. تنها 12% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نگاه مثبتی داشتند. این بزرگترین نظرسنجی عمومی در منطقه خاورمیانه است که توسط بی بی سی عربی و پژوهشکده عرب بارومتر دانشگاه پرینستون آمریکا انجام شده. مایکل رابینز رئیس پژوهشکده عرب بارومتر در دانشگاه پرینستون که این نظرسنجی رو با همکاری بی بی سی انجام داده اینجا در استودیو با من. آقای رابینز خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. مسئله اولی که اینجا مطرحه اینه که گویا بسیاری از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند نگاه چندان مثبتی به سیاست‌های آمریکا هم ندارند، حتی میرن جلوتر و فکر میکنند که عملکرد آمریکا و خشونتی که آمریکا به کار برده باعث بسیاری از مشکلاته. بله درسته، خیلی از کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن نمیخوان روابط بهتری با آمریکا داشته باشن. محبوبیت آمریکا به نسبت مثلا روسیه و چین کمتره، اما بخش بزرگی یعنی 38% میخوان که روابط خوبی داشته باشن. نگرانی هم وجود داره که دخالت آمریکا در منطقه و باعث شده که خیلی از مردم نگران باشن که این دخالت ها به نفع مردم منطقه نباشه و نگرانی وجود داره که نتایج اون باعث بشه که خشونت بیشتری به منطقه بیاد. دلیل این چیه که به نظر میاد بسیاری از کسانی که در نظرسنجی شرکت کردن حتی روسیه رو به آمریکا ترجیح میدن؟ روسیه و آمریکا در واقع بستگی داره اینکه کشور به کشور نتایج فرق میکنه. مثلا اردن آمریکا رو ترجیح میدن ولی مثلا مصر فکر میکنن که روسیه بهتر هست باشون رابطه جنده. یه تفاوتی وجود داره، بیشترش به این برمیگرده که به نقشی که روسیه و آمریکا در سوریه داشتن و همینطور مسائل دیگه. قطعا میدونید که اینکه در واقع سفارتش رو انتقال داد آمریکا به تل آویو، اون هم یکی از بخش هست. چطور میشه این رو توضیح داد که کسی مثل رجب طیب اردوغان در خاورمیانه بسیار محبوبه و کسی مثل دونالد ترامپ چندان جاذبه‌ای نداره؟ فکر میکنم سیاست های آقای اردوغان به خیلی مثبت بهش نگاه میشه، به خصوص به خاطر اینکه داره از فلسطینی ها حمایت میکنه و نقشی که داره علیه آمریکا در سوریه انجام میده. و همینطور این رو هم باید در نظر بگیم که اگرچه او خیلی با مخالفان خودش خوب نیست در کشور خودش، میبینیم که مثلا در کشورهای دیگه با مخالفا هم دردی میکنه. بنابراین قدرت یک رهبر قدرتمند دیده میشه قدرت مسلمان که نقشش بیشتر از مرزهای خودش میره، و در این حال در یه جایی مثل مصر و لیبی در واقع سیاست های اردوغان بسیار محبوبه. و در نهایت بخشی از پروژه شما اوضاع ایران رو بررسی کرده، جایگاه ایران رو. مهمترین نکته‌ای که در اینجا هست چیه؟ یکی از چالش‌های اصلی که ما داشتیم، ایران از هر کشور دیگه اونجا کمتر محبوبه، حداقل در اون کشورهایی که ما تونستیم باشون این کار انجام بدیم. هیچ کشور دیگه ای نیست که انقدر نخوام باش رابطه‌شون پیش بره. اما بیرون از خلیج ما نتونستیم این چیز انجام بدیم، اما نقشی که اون کشورها می‌بینن این است که ایران رو تهدیدی برای ثبات خودشون می‌بینن و آمریکا رو می‌بینن به عنوان کشور که میتونن روی ایران قرار بدن برای اینکه بتونن تهدید رو کمتر بکنن در منطقه خلیج. و در نهایت این نظرسنجی تا چه اندازه میتونه دیدگاه دقیقی رو نسبت به خاورمیانه ارائه بکنه؟ منظورم روشی است که شما به کار بردید. روشی که ما استفاده کردیم این بوده که به صورت علمی در واقع نمونه های خیلی دقیقی رو از کشورهای مختلف بگیریم. هر کسی که بالای 18 سال بوده یه شانسی داشته باشه که بتونه توی این نظرسنجی شرکت بکنه. در کل ما رفتیم به خونه های اینا، رفتیم با اونها رو در رو مقابل شدیم، سعی کردیم که نقش دقیق اونها رو ببینیم، خیلی مستقیم بر اساس
مجلس راهنماهایی که در کشورها بودن رفتیم و اونها رو نمونه ها رو و بهترین سعی کردیم به لحاظ علمی کاملا دقیق پیش بریم که بدونیم نتیجه ما دقیق خواهد بود. مایکل راوینز مدیر پژوهشکده عرب بارومتر، خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه. جنگ تجاری بین آمریکا و چین برای سومین بار تشدید شده. این بار وضع تعرفه 60 میلیارد دلاری بر شراب کالیفرنیا است که موجب شده بسیاری از مشتریان چینی به طرف بازارهای غیر آمریکایی کشانده شوند. رابین برنس از شانگهای این گزارش را فرستاده. هنگام رانندگی مشروب نخورید. این پیامی است که در سراسر دنیا به افراد داده می شود، اما این بار شعاری است که در رأس جنگ تجاری قرار گرفته. این مغازه بیش از یک دهه است که شراب می فروشد. شرابی که مستقیم از تپه های سرسبز نپا در شمال کالیفرنیا سرچشمه می گیرد. اما فروش شراب حتی در میان افراد متمول در چین هم کاهش پیدا کرده. برای اینکه افزایش تعرفه روی شراب های آمریکایی موجب افزایش قیمت آن شده. از نظر حجم سفارش ها بگم که به اندازه سابق نیست. فروش شراب های گرون هم کمتر شده. کوین مجبور شد همین چند ماه پیش فروشگاهش را ببندد چون اجارهش زیاد بود. اما او میگوید جنگ تجاری فقط بخشی از ماجراست. چینی هایی که حاضرند $1,000 برای هر بطری شراب بپردازند مشکلات دیگری دارند. اولا که اوضاع اقتصادی چین خوب نیست. وضعیت معاملات املاکی ها و بازار سهام هم خوب نیست. اما یادتان نرود که جنگ تجاری فقط بر سر مشروبات الکلی نیست، بلکه بر سر خودرو هم هست. دو سال پیش در مورد مشکلاتی که شرکت‌های خودروسازی آمریکا در چین با آن مواجه شده‌اند گزارش دادم. مثل فورد و لینکلن برند، اول با وضع تعرفه و بعد هم با تأخیر در بنادر، اما حالا فشارها بیشتر شده. الان چند هفته است که شرکت فورد به دلیل تعیین قیمت حداقل با $25 میلیون جریمه روبرو شده. بسیاری اقدام مقام‌های چین رو یکی از شیوه‌های اعمال فشار در بحبوحه جنگ تجاری تلقی می‌کنند. مصرف کنندگان متمول چینی و ذائقه آنها برای اجناس با کیفیت آمریکایی در این دعوا سرنوشت ساز است. من این شرابو دوست دارم چون خیلی قویه و در عین حال لطیفه. انگار با روح من آمیزش پیدا می‌کنه. علاوه بر اعمال تعرفه و تدابیر دیگر، چین در بسیج مردم خودش هم مهارت دارد. خیلی از مشتری‌ها میگن حالا که جنگ تجاریه دیگه با آمریکا تجارت نمی‌کنن و به جاش با کانادا وارد معامله میشن. خیلی از شرابخورهای وطن پرست هم میخوان همین کارو بکنن. اما در اینجا ظرفیت تعرفه ها تقریبا پر شده. در حال حاضر 75% از کالاهای آمریکایی که وارد این کشور میشوند مشمول تعرفه شدند. تنها بعضی از کالاهای بزرگ مثل هواپیما باقی مانده. رابین برانت، بی بی سی نیوز، شانگهای. در برنامه امروز هشتگ شما از تاثیر تحریم های آمریکا بر کار و زندگی شما میپرسیم. برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه‌های که الان می‌بینید با ما تماس بگیرید. نظر و شماره تلفن خودتون رو هم می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.